بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی صنف هفتم امیدوارم که جور و سهتمند باشید شاگرده عزیز و مزمون ریاضی خیلی خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی مضمون ریاضی هستیم سنف افتوم. فصل پنجم چی است مثلث ها و چندزلی ها و درس دوازدهم ما و شماست. درست است اما عنوانی که ما و شما امروز میخوانیم چی است هدف درس امروز ما و شما انطباق پذیری دو مثلث قائم و زاویه دقت کنید شاگرد عزیز ما انتباق پذیری مثلث ها را خواندیم سه حالت داشتیم درست است یاتان تا نست؟ حالت اول چی بود دو زل و زاویه بین حالت دوم دو زاویه و زل بین و حالت سوم سه زل مساوی درست است این عرصه حالت خواندیم گفتیم این عرصه حالت برای هر مثلثی جواب می فرق نمیکنه هر مثلثی باشد اما علاوه بر این سه تا حالت که ما خواندیم در مثلث های قائم زاویه ما دو حالت دیگه هم پس برای مثلث های قائم زاویه هم او سه حالت داریم هم دو حالت دیگه هم اضافه تر داریم درست است که حالت اول امروز ما شما چی است حالت وتر و یک زاویه حاده درست است که حالت بعدیش هم باز درس بعد میخوایم که هست وتر و یک زل زاویه قائمه که اون را درس بعدی ما است اما درس امروز ما شما چی است گفت مثلث های قائم زاویه شاگرد از دقت کن مثلث های زاویه او سه حالت که ما قبلا خوانیم او هم درست است اگر ما با اوم هم بتانیم ثبوت کنیم ثبوت مشکل ندارد اما این حالتی که امروز میخوایم حالت وتر و یک زاویه حاده این باز از او آسان است از این سه حالت فقط دو تا چی داریم اطلاعات داریم وتر داریم و یک زاویه حاده دیگه سه تا نیاز نداریم درست است این فقط برای مثلث های قائم زاویه درست است خب شاگردای عزیز قبل که بریم درس شروع کنیم کارخانه درس گذشته رو باید به با ما روان میکردید از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 چهل 13 شاگرده عزیز اگر کدام مشکل دارید در حل کارخانه کدام سوال دارید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که به شما خواندم شاگردای عزیز و گرامی پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم با ما همراه باشید خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما با شما چی است انتباق پذیری مثلث های قائم زاویه دقت کنید شاگرد عزیز پس من نوشتم میکنم انطباق پذیری انتباق پذیری مسلس های قایم زاویه دو حالت دارد شاگرد از اگر یادتان باشد ما گفتیم که ما برای مسلس ها برای کل مسلس ها فرق نمی کنیم قایم زاویه باشد و نباشد فرق نمی کنه سه حالت ما گفتیم گفتیم چی بود؟ حالت های که ما شما داشتیم بود زاد ز زاد ز زاد ز درست است یعنی دو زل و زاویه بین دو زاویه زل بین و حالت سوم و شما چی بود سه زل بود زاد 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 درست است خب اما برای مثلث های قائم زاویه ما این ستارم داریم ای هم درست است اگه بایاتون اسم ثبوت کنیم مشکل نداره اما بعضی وقت اطلاعات ما و شما کم درس ما باید سه تا اطلاعات داشته باشیم دو تا زل و یک زاویه بگیم یا دو تا زاویه و یک زل بگیم یا سه تا زل بگیم در مثلث های قائم زاویه باز ما از این آسان تر کارا میکنیم میگیم که چی است اگر ما و شما دو تا فقط اطلاعات داشته باشیم باز هم نتیجه میتونیم بگیریم که دو تا مثلث ما شما چی است با همدیگه دیگه انطباق پذیر است یعنی به جای که شش تا اطلاعات ما دو تا اطلاعات چه میگیم دیا میگفتیم به جای شش تا اطلاعات می سه تا رو میگفتیم سه تا میگفتیم با مسائل. او خود می مساوی است او ارسیدی خود به خود چی میشد مساوی میشد اما اگر مثلث های ما و شما قایم زاویه باشد فقط کافیه دو تا اطلاعات بگی با هم مساوی است درست است پس من ایرپاک پاک می کنم شک بر بکشم تا متوجه باشیم خب دقت کنید اگر ما و شما دو تا مثلث قائم زاویه داشته باشیم قایم زاویه میفهمیم که 90 درجه است دیگه نه دو تا مثلث قائم زاویه داشته باشیم ای باشد ای ای باشد بی باشد سی D E و نون سال A B C دی، گفتیم D E هم باشد چی شاگرد عزیز F خب شاگرد عزیز دقت کنید این دو مثلث قائم زاویه دو مثلث قائم زاویه داریم ولی ما گفتیم که رسامی ما کمی خوب نیست شما دیگه دقیق بکشید که مساوی باشه در کتاب چتان سیست خب اگر ما و شما در مثلث های قائم زاویه دو تا مثلث قائم زاویه داشته باشیم ما بخوایم ثبوت کنیم اینا پذیر هستن فقط کافیه چیکار کنه وتر را بگیم وتر بیشتر بر ما و شما مهم در است در مثلث های قائم زاویه شاگرد عزیز دقت کنید وتر چی است وتر زل روبرو به زاویه 90 درجه است سیست روبرو به 90 درجه ای سی میشه دایم دی اف میشه اگر ما و شما وتر باید بگیم بگیم وتر حتما باید با هم مساوی باشد پس اس ما و شما اگر نشان بتیم با دیاf مساوی باشد که وتر میش پس در مثلث قاهم زاویه دقت نشاگرد عزیز وتر بر ما و شما بسیار مهم است چون در حالتی که امروز میخوایم در حالتی که درس بعد میخوانیم وتر باید مساوی باشد پس در مثلث قاهم زاویه وتر بر ما و شما 100 درصد باید نشان بده مساوی است حالا دلیلش هم باید نوشته کنیم باز ما مثال کار کنیم متوجه میشیم خب وتر و دیگه چی فقط کافی وتر گفتیم دیگه یک تا زاویه بنا مثل زاویه سی رو با زاویه F میگیم یک زاویه حاده حاده این از 90 درجه کمتر زاویه ای با بی به درد نمیخوره شاگرد عزیز چون این 90 درجه است زاویه حاده از 90 کمتر پس بگیم بی با ای مسایست ای به درد نمیخوره صحیح پس زاویه حاده سی با اف اگر نشان بدیم زاویه سی هم مساییس با زاویه اف حالا به هر دلیلی از این ای هر دو ما شما میتونیم نتیجه بگیریم که دوتا مثلث ABC، بی سی, بی سی. بی سی. انتباق پذیر است با مثلث DEF، D. ای اف به حالت چی میشه؟ دقت کنید به حالت میشه وطر و یک زاویه حاده دقت کنید یک وطر گفتیم و یک زاویه گفتیم دو تا اطلاعات گفتیم سیست؟ چون مثلث قائم زاویه است دیگه مثلث های کار نمیتونیم ما چون وتر نداره دیگه مثلث ها فقط قائم زاویه وتر دارد و را به این شکل نوشته میکنیم وتر و یک زاویه و ز صحیح است وط هم یک زاویه به این حالت نوشته میکنیم پس در مثلث های قائم زاویه شاگرد عزیز علاوه بر اون سه حالت که ما و شما خواندیم اون سه حالت که قبلا خواندیم هم با اون میتونیم کار کنیم با این حالت هم میتونیم کار کنیم که ما و شما بگیم وطنش با هم مساوی دقت کنید زاویه حاده زاویه حاده بسیار مهم است یعنی زاویه چی باشد زاویه اف و سی زاویه بی را با ای بگی به درد نمیخوره چون بی و ای ارزش 90 است حاده نیست درست است فهمیدید چی رقم شد وطن و یک زاویه حاده درست است شاگرد عزیز پس من این پاک میکنم و یک مثال کار میکنم که دقیق بفامی خب شاگرد عزیز یک مثال کار کنیم مثال دقت کنید در شکل مقابل نشان دهید یا ثبوت کنید فرق نمی نشان دهید که دو مثلث با هم انطباق پذیر هستند انطباق پذیر هستند خب شکل ما شیرخمیه شاگرد شکل... عزیز دقت کن شکل ما شما به این صورت است

خط کن شکل شکل با ما شما به شکل داده این شکل داده گفته ثبوت که دو تا با هم انطباق پذیر هستند چرا هم کار میکنیم دقت کن مثلث های ما شما چی داره زاویه 90 درجه دارد یا 90 است یا ای 90 این شکل که با ما شما به شکل میکشه 90 درجه میشه صحیح پس مثلث ها 90 درجه یعنی قائم است خب دقت کنی سی شما گفته 5 سانتی متر شما گفته 5 یا دقیقاً چی یا وترای مثلث هستند دیگه روبرو به زاویه 90 درجه به زاویه درجه است درست است؟ پس ما شما داریم بنا به خود سوال گفته 5 سانتی متر فقط چی میخوایم یک تا زاویه چی میخوایم دیگر؟ یک تا زاویه حاده میخوایم زاویه کمتر از 90 این 90 به درد ما شما نمیخوره زاویه کمتر از 90 باید بگیم چی میشه آفرین زاویه که گفتن زاویه 31 با زاویه 32 چرا چون زاویه های متقابل بر هستند حسن درس گذشته گفته بودیم درست است پس یار نوشته میکنم پس ثبوت دقیق میشه که عزیز ثبوت میکنیم پس من نوشته میکنم اسی مساوی است با سی ای دلیل شرا گفتیم هر مساوی شما نوشته میگون با دلیل داشته باشین دلیل شی چون 5 سانتی متر در دوشی. خب دو شی میکنین 5 سانتی متر پس دلیلش صحیح است میام وتر است چه گرد خب زاویه سی 1 با زاویه سی 2 چی میشه مساوی میشه زاویه سی 1 مساوی است با زاویه سی 2 چرا چون اینا چی هستن زاویه های متقابل بر قبلا گفتیم اگر دو خط مستقیم همدیگر را قطع کنند زاویه های روبرو با هم چی میشه مساوی میشه با ما میگیم زاویه متقابل بر اس یعنی زاویه یک با زاویه دو مساوی میشه یعنی زاویه سه با زاویه چهار مساوی میشه درست است عالم دقیقا دو خط مستقیم همدیگر را قطع کرده زاویه سی یک و زاویه سی با هم مساوی است چون چرا نشته بکن چون متقابل بر هستند چون متقابل با رأس هستند. خب، شاگرد عزیز. خب، پس خلاص شد دیگه. ما و شما گفتیم یک وتر گفتیم و یک زاویه حاده گفتیم. پس از این اردو ما می نتیجه بگیریم که مثلث ABC منطبق پذیر است یا منطبق است یا انطبق پذیر است. فرق کنیم با مثلث CDE. CDE به حالت چی؟ به حالت وطر و یک زاویه چی؟ حاده به این شکل نوشته میکنیم وطر و یک زاویه حاده این قوس هستی شده من با دیگر رنگ نوشته کنم به حالت وطر و یک زاویه حاده و زه نوشته میکنیم پس ما ثبوت کردیم دو مثلث با هم انطباق پذیر است شاگرد عزیز دقت کنید ایرا شاگرد عزیز ما نمیتونیم با چی با او حالتی که خانم ثبوت کنیم چون اطلاعات نداریم دیگه ما زاویه دیر داریم 90 زاویه بیرم داریم 90 درجه سی اک با واسطه مساوی اما زاویه زل بینش هم ما نداریم نمیفهمیم چرا مساوی است اگر بگیم که بی سی با CD است خب دلیل نداریم سوال قبلی ما یک چنین سوال کار کرده بودیم نه در اونجا با اون نسبت به ما و شما داده بود 4 سانتی متر داده بود اما شکل ما و شما وتر داده ده دا ما و شما ده اینجا پس ایرا باید از حالت وتر و یک زاویه حاده کار کنیم درست است خب شاگرد عزیز پس ما میدیم با تختار پاک میکنم یک تا مثال دیگه که بسیار سوال مهمی است کار میکنم خب شاگرد عزیز یک سوال بسیار مهم میخوایم کار کنیم سوال به این شکل است دقت کنید پس سوال گفته ثبوت کنید که هر نقطه یا بگیم که اگر کنید که اگر که اگر یک نقطه روی دقت کنید روی چی نیمساز یک زاویه باشد روی نیمساز یا ناصف زاویه فرق نمی کنه نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد فاصله آن از دوزل زاویه برابر است درخواست کنید سوال سوال بسیار مهم است گفته ثبوت کنید که اگر یک نقطه روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد فاصله آن نقطه از دو زل زاویه برابر است این گفته ثبوت کنید پس من شکل میکشم شکر دارید دقت کنید من شکل میکشم یک تا زاویه داریم این زاویه باشد زاویه چی باشد با سال خب در اینجا باشد او یه ای باشد ایکس و یه باشد وای زاویه x او y دقت کنید برای نامگذاری گفتیم که باید رفت در وسط نوشته کنید x او y یا y او x میگی x -O y او نمیگی غلط میشه صحیح است خب علی گفته که یک تا نیم ساز در رسم میکنیم نیم ساز میفهمید چی است یک تا نیم خط است که زاویه به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه صحیح است یعنی میشه نیم ساز ما و شما صحیح است یعنی میشه چی نیم ساز ما و شما پیر من مثلا نامش چی میگیرم زید میگیرم او زید نیم ساز ما و شماست یعنی زاویه O با زاویه چی میشه مساوی میشه چون نیمساز هست یعنی بدون تقسیم میکنه حالا سوال از ما و شما چی خواسته گفته اگر یک نقطه روی نیمساز قرار داشته باشد یعنی نیمساز ما و شماست یک نقطه روی از قرار یعنی نقطه نقطه مثلا m روی نیم ساز قرار داشته باشد گفته شما ثبوت کنید که فاصله نقطه تا دو زل یعنی او ایکس میشه زل اول و او وای میشه زل دوم ما و شما گفته فاصله ام تا زل ها مساوی است یعنی ما فاصله رو میفهمیم فاصله چی است شاگرد عزیز فاصله باید دقیقا از نقطه به خط چی کنی عمود بسازی زاویه 90 درجه بسازی صحیح است پس گفته شما ثبوت کنید که با چی میشه گفته اون مثال اینا نامش میگیرم چی پی و میگیرم کیو صحیح شما باید ثابت کنید که ما ما شما ثابت میکنیم که MP با ام کیو مساوی سیر باید ثبوت کنیم خب چرا خم ثبوت میکنم شاگرد از من شکل شکل کشیدم آلی ما بینیم که چی داره یک مثلث در بالا یک مثلث در پایین دارم مثلث هم چی هستن زاویه چند درجه دارن 90 درجه چرا چون گفته فاصله فاصله چی است فاصله یک نقطه تا خط میشه باید چی باشه زاویه که جور میکنه 90 درجه باشد خب شاگرد عزیز پس ما اگر کنم که مثلثه بالا با مثلث پایین متو... است انتباق پذیر هستند یا منطبق هستند پس نتیجه می گیریم که MP با ام میشه زل های مربوطه پس ما فقط باید کافی است ثبوت کنیم دو با هم چی است انطباق پذیر هستند پس به شکل نشان شکل کشیدم که گفتم من کشیدم حال ثبوت میکنم شاگرد عزیز دقت کنید در مثلث های قائم زاویه گفتیم مهم است وتر مهم است در مثلث بالا وتر ما و شما چی میشه زل روبرو زاویه 90 درجه دی در پی ما و شما 90 درجة. روبرو چی است؟ او ام زل او ام ما شما چی میشه وتر میشه در مثلث پایین وتر چی میشه او بازم او ام میشه اینم رو روباره به زاویه درجه است پس او که مشترک است اما وتر ما و شماست پس من نوشته میکنم کنم او مساوی است با او ام چرا چون نوشته میکنم مشترک صحیح با او خاطر وام چیست مساوی است مشترک است خب دیگه چی گفتیم که یک تا چی میخوایم زاویه حاده میخوایم خب زاویه حاده رو ما شما در زاویه کوچکتر از 90 درجه او یک با او دو مساوی است چرا چون گفته که نیمساز است نیم ساز, هست. نیم ساز که زاویه به دو نیم مساوی تقسیم میکنه پس ما نوشتن می‌کنیم زاویه او یک مساوی است با زاویه او دو. دلیل چی چون او زید نیمساز است نوشتن میکنیم چون او زاید نیم ساز از سخت نیم ساز باشه بعد دو نیم مسایی تقسیم میکنه خب خلاف شد دیگه ما وقت رو گفتیم یک زاویه حاده گفتیم پس از این اردو ما شما نتیجه میگیریم که مثلث او پی ام مثلث او پی منطبق است یا انتباق پذیر است با مثلث چی شاگرد مثلث پایین او ام کیو او کیو به حالت چی به حالت وتر و یک زاویه حاده صحیح که یک وتر گفتیم یک تا زاویه حاده گفتیم از مثلث دقت کن شکر عزیز یا این حالت وتر و یک زاویه حاده فقط برای مثلث قائم زاویه است اگر مثلث ما و شما قائم زاویه نباشد ما این نمیتونیم استفاده کنیم اینجا چرا قائم زاویه است چون گفته فاصله فاصله چی میشه زاویش 90 درجه میشه درست است خب حالی که ثبوت کنید تو مثلث چی است انطباق پذیر هستند اگر شما این روی از بانی کاملا دقیقاً پی،, پی ام با ام کیو چی میشه مساوی میشه پس در نتیجه پس در نتیجه پی ام با ام کیو یا کیو ام فقط فرمی پس یه هم ثبوت شاگرد عزیز یک سوال بسیار مهم کار کردیم سوال چی هست؟ سوال امتحانی است سیست پس بس بسیار سوال مهمی است که میتونه ثبوت کنیم که با هم دیگه مساویسته. پس از چی کار از کمک گرفتیم؟ از چی حالت وتر و یک زاویه حاده از مسلس های قایم زاویه درست هست شاکرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما است درست است پس فامیل چرا خم شد دیگه نه چی است درس امروز ما و شما چی بود انطباق پذیری مثلث های قائم و زاویه گفتیم که اون سه حالتی که ما و شما خواندیم اونم صحیح است اما اگه با اون نشد برای مثلث قائم و زاویه ما دو حالت دیگه هم داریم یک تاش امروز خواندیم یک تا دیگه اش درس بعد می خاندیم. امروز چی خواندیم حالت وتر و یک زاویه حاده و سوالم دو سوال کار کردیم برایتون درست است شاگرد عزیز پس انتباق پذیری مسلس های قایم زاویه را خواندیم حالت اول شود وطر و یک زاویه حاده پس من این تیک مارک میکنم و کارخانگی کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 146 کتاب باید حل کنید و با ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 چهل سیزده اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید و پرسان کنید شاگرده عزیز و گرامی پایان درس دوازدهم از فصل پنجم. خب عزیزان مانده نباشین بخیر باشین خدا